حرفایی که اینا کردن، از این وعده هایی که هیچ کدوم محقق نشد، این بود که آقای محسن مهدیان مثلا این مطلبی نوشته، لب به کلامش اینه که آقای مخبر 5 اردی بهش قول داد که مثلا تا آخر شهریور برسیم 5 میلیون دوز. بعد که اومدن تو کار مشکلاتی پیش اومد، دولت یک ماه دیر مجوز داد، تحریم شدیم، قطعات نیومد، اینا اینو باعث شد که مثلا مشکل پیش بیاد و محقق نشه. خب این دروغ رسمه. بگذاریم از این که این دوستان چطور مدیران کلانی هن که همچین چیزای ساده ای رو پیش بینی نمی‌کردن و همین آخه وایس مجوزش بیاد بعد حرف بزن. اینو بذاریم کنار، آقای مخبر 5 اردی بهش فقط نگفتن، 2 ماه و نیم بعد 24/5 تیر، این کمتر از 1 ماه پیش هم باز اینو گفتن. روابط عمومیشون 25 خرداد باز این وعده رو داده. یعنی آقا شما قبلش نمیدونستی، اینقدر عقلت نمیرسید. بعدش که به قول آقای مهدیان، بعدش که دیدی مشکلات هست، مجوز دیر اومد، قطعات نرسید، خب دوباره چرا داری این وعده رو میدی؟ چرا این وعده رو میدی؟ چرا خودت از تک و تا نمیندازی؟ چرا تا قبل از بگذاریم؟ یعنی کاملا واضحه که آقایون عامدانه آگاهانه با اینکه طبق فرمایشات آقای مهدیان و مدافعین، با اینکه مشکلات رو میدیدن و موانع رو میدیدن، ولی این وعده های دروغ رو هی ادامه میدادن. و الان که دیگه رسیدن به موعد و میبینن که دیگه گندش داره در میاد، مثلا دارن ماله میکشن و یعنی مشکلات هست، اون مشکلات هست وعده نمیداری. بعدش که فهمیدی مشکلات هست، دوباره چرا این وعده ها رو چند بار تکرار کردی؟ یا آقای مثلا جمشیدی اومده گفتگو بیژه خبری، اعتمادم شرمش میگیره، میگه ما از زمین خالی شروع کردیم، اول بعد ساختمون میساختیم، کلنگ میزدیم، بیل میزدیم. آقا پروژه همش پروژه هست. یعنی شما بایزدی این رو هم در نظر میگرفتی، زمین و ساختمون و یعنی چی؟ خب مگه اینا جزء پروژه نبوده؟ حالا بگذاریم از این که چرا از زیر ساخت های موجوده مثلا رازی و پاستور رو این استفاده نکرد و خواستید کار واسه خودتون باشه، از صفر کلنگ بزنید که بگید ما این کار کردیم، این به کنار. خب آقا اونم جزء پروژه است دیگه، با در نظر گرفتن همه اونا باید وعده میدادید. حالا من میگم به اینا کاری ندارم، اینا رو توی استوریا هست برید ببینید، واضحه. یعنی دروغگویی آمدانه آقایون واضحه. واقعا جوان ایرانی آقا به واکسن رسیدین، خیلی خوبه، واکسن خوبی هم هست، مثلا سینوفارم و اینا ظاهرا خیلی بهتره، ولی اینکه شما وعده های دروغ میدید گند میزنید توی این، یعنی بازنمایی تصویری که دارید خیلی چیز مزخرفیه. جمهوری اسلامی رو دروغگو میکنید، جمهوری اسلامی رو توانش رو زیر سوال میبرید. اینکه هی میای حرفای مفت میزنید که نمیدونم ما واکسن صادر میکنیم تا فلان تاریخ، میشه مثل سوپرمارکت، مردم میان واکسن های مختلف رو انتخاب میکنن. بعد همون کسی که راوتو میشونه که این رو میگفته که میشیم صادر کننده ای واکسن و فلان، همون با افتخار دوباره میاد مینویسه که سرم وارد کردیم. و هیچ کس هم از تو نمیپرسه آقا این دریوریا چیه که گفتی. این بدبختی به خاطر این مهمه، یه جا باید وایسیم جلوی این قضیه دیگه، یه جا باید وایسیم جلوی این قضیه. این دروغگو کردن کشور، این دروغگو کردن دستگاه حاکمیتی، این که آقا میگی راه‌ها بسته است ولی بسته نیست، این که میگی قرنطینه اما هیچ اتفاقی نمیفته، این که میگی سگگردانی ممنوع اما همون سگ میارن تا هم کاری نمیکنی و حاضرم نیستی قانون دیگه‌ای بذاری واسه جبرانی، باید سفت وایساد و زد تو دهن کسایی که وعده دروغ میدن و میدونن که دارن وعده دروغ میدن ولی دست ور نمیدن. حالا دیگه ما حتی نمیتونیم از این دفاع کنیم که آقا واکسن، ما واکسن تولید کردیم، میان حرف آقای مخبر رو میذارن که میشه مثل سوپرمارکت مسخرمون میکنن، میان قولا رو ردیف میکنن، میگن این همه قولهای دروغی بوده که در این 7-8 ماه آقای مخبر و آقای نیکی ملکی و دیگر اعضای ستاد و وزارت بهداشت رو اینا گفتن. حرف حقمونم دیگه نمیتونیم بزنیم، ما رو از حیثیت شماها میندازید. بازم میگم ما یعنی یک جمعی از تولید کنندگان محتوا تو جبهه فرهنگی انقلاب که هر کس حالا به یه میزانی سواد داره، توانایی داره، فلان داره، منم تهشونم، اصلا هیچ چی نیستم، ولی این بچه‌ها رو دارم میبینم، میگه آقا من چی بگم دیگه در مورد واکسن، چی بگم در مورد واکسن؟ میگم بگو آقا 6-7 کشور تولید کردم، ما یکی از اوناییم، حالا کم شده فلان. میگه آقا من هر چی میگم میان حرف مخبر رو می‌نویسن زیر،
حرف نیکی ملکی رو می‌نویسن توییت، اسکرین توییتش رو می‌ذارن این زیر، تناقضات و دروغ‌های اینا رو می‌ذارن این زیر. خب چرا دروغ گفتید؟ کسی که اومده واسه تولید داخل محتوا تولید کرده، یه دونه مستعان شما اینو اصلا نابود می‌کنه، یه دونه وعده های دروغتون در مورد واکسن اینو نابود میکنه. این همه عکس رونمایی واکسن فلان واکسن فلان، آقا چه خبره؟ یه دقیقه شهوت بودن جلوی تلویزیون تو کنترل کن، یه دقیقه شهوت در صدر اخبار بودن تو کنترل کن، بذار تولید بشه، بذار کارآزمایی بالینیش بشه، بذار دوز فلانش تزریق بشه، بعد بیا بگو آقا این آماده است از امروز تزریق میشه. چه خبرتونه؟ به این بدبخت های پابرهنهی که بدون امکانات یه دونه موبایل گرفته دستش داره کار تولید میکنه، کلیپ تولید میکنه، به اینا هم فکر کنید یکم. اینا رو از کارایی شما میندازید، من نمیگم به خاطر خودشو، به خاطر خودتون. اینا باز فردا میخوان از شما دفاع کنن، میخوان از حقانیت جمهوری اسلامی که الحمدلله حقه، حتما حقه، حتما تواناست، حتما میتونه، میخوان دفاع کنن، میخوان از تولید داخل دفاع کنن، میخوان با مشت بزنن تو دهن اون کسی که میگه تولید داخل نمیشه. به خاطر اینا رحم کنید به این بچه ها.